سلام دوستان دهمی ازم، امیدوارم که عالی باشین. من رازی یادگاری، مدرس درس عربی دهم در مجموعه فرادرس هستم. درس یکم از عربی دهم رو میخوایم با هم دیگه شروع کنیم. درس یکم قواعدش مرور دوره متوسطه اول هست، یعنی قواعد هفتم، هشتم و نهم. بریم با هم دیگه ببینیم این درس رو. هر درسمون در عربی با یه آیه شروع میشه. این درس با این آیه شروع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور. سعی کنید که این آیه رو خودتون ترجمه کنید. هر چند که در کتاب درسی ترجمه برای شما زیر آیه نوشته شده. اما میخواییم الان سعی کنیم اینو ترجمه کنیم. میگیم سپاس از آن خداییست که آسمانها و زمین را آفرید و قرار داد تاریکیها و نور را، روشنایی را قرار داد. نگاه کنیم، دقیقا همون ترجمه‌ای بود که خودمون سعی کردیم ترجمه کنیم. خلقه را نگاه کنید، چنو فعلیه؟ خلقه فعل ماضی هست. جعله چنو فعلیه؟ فعل ماضیه. از کجا فهمیدی؟ حرکت آخرش فتحه داره، پس فعلم فعل ماضی هست. سه حرفیه که همه ی حرکات اون فتحه داره یا حرکت داره، اینجوری بهتر هست که بگم. من اینجا یه الذی میبینم. الذی کلمه مهمیه که قواعدش در کتاب درسی ذکر نشده، ولی باید بدونید الذی یه وقتی معنی کسی که میده، یه وقتی دیگه معنی که میده. کجا معنی کسی که میده، کجا معنی که میده، این رو بریم تو متن درس بهت میگم، بیشتر باهاش آشنا میشی. اگه دقت کرده باشی اینجا معنی که داد، ولی در جاهایی هم هست که معنی کسی که میده. سماوات جمع سما هست، ظلمات جمع ظلمت هست. نور و ظلمت با هم دیگه متضاد هستن، متضاد محسوب میشن. توی ترجمه کردن نکته‌ای که وجود داره به جمع و مفرد کلمات دقت کنید، خیلی مهمه، مخصوصا در تست ها. و همینطور به زمان فعل هامون باید دقت کنیم. چه نوع فعلیه؟ ماضیه یا مضارع است؟ اگه ماضی هست به صورت ماضی ترجمه بشه. بریم قسمت بعدی رو با هم دیگه ببینیم. خب درس اول رو گفته ذاک هو الله. این موضوع متن درسمون هست که در مورد خدا و مخلوقات خدا صحبت میکنه و تعارف رو گفته که موضوع حوار هست. حوار یعنی مکالمه، تعارف به معنای با هم آشنا شدن هست که میریم توی بخش حوار مفصلا راجبش صحبت میکنیم. بریم اسلاید بعدی رو با هم ببینیم. اسلاید ها رو با معجم درس شروع کردم، یعنی هر درس رو لغات رو اول بررسی کردم. بررسی لغات خیلی مهمه، دقت کنید به لغات، لغات رو بشناسید. اگر لغات رو به خوبی بشناسید میتونید ترجمه بهتری رو داشته باشیم. انجم رو نگاه کنین. انجم به معنی ستارگان، مفردش میشه نجم. یه مترادف الان اومد تو ذهنت، درسته؟ مترادفش میشه نجم، مترادف کوکب. و جمع کوکب رو به من بگو، جمعش میشه کواکب. خب لغت بعدی انزل به معنای نازل کرد. نازل کرد چنو فعلیه؟ فعل ماضیه تو فارسی، پس انزل فعل ماضیه. خب میخوام بدونین که معناش رو بدونم، بشناسمش که ماضی هست، از روی چه نشونه ای میتونم بشناسم؟ نگاه کن آخرش فتحه گرفته، آخر فعل های ماضی ما در صیغه هایی که سوم شخص مفرد هستن، مفرد مذکر هستن، آخرشون فتحه میگیره که معمولا توی معجم ها، توی فرهنگ لغت ها از سوم شخص مفرد استفاده میکنن. پس این چون آخرش فتحه گرفته به من نشون میده فعلا ماضی هست، نازل کرده. نکته دیگه ای که وجود داره، تا الان تو فعل‌هایی که خوندی سه حرف داشتن توی ماضی، خرج، ذهب، نزل. اما نگاه کن این فعل ماضی ما بیشتر از سه حرف داره، چهار حرفی شده. بشمار، چهار تا حرف می‌بینی. پس فعل ماضی من چهار حرف اینجا داره. به نظر شما مضارعش چی میشه؟
اصلا همون نزله ای که من بهت گفتم، نزله رو نگاه کن، نزله ای که بهت گفتم چه معنایی داشت؟ نزله به معنای نازل شد، انزله به معنای نازل کرد. مضارع انزله میشه چی؟ انزله یونزلو، مضارعش میشه یونزلو. پس با مضارع نزله فرق میکنه، با ضمه هم شروع شده. اینو به خاطر بسپار، فقط آهنگ کلمه رو میخوام به خاطر بسپاری ها. بعدن میریم توی درس 3 و 4 مفصلا راجبش رو صحبت میکنیم، ولی بدون انزله مضارعش میشه یونزلو، مصدرش میشه انزال. تا اینجا اینو داشته باش. بریم لغت بعدی رو ببینیم. انعم، انعم به معنای نعمت ها، مفردش میشه نعمت. نعمت دو تا جمع داره، یکی انعمه یکی نعماته، یه جمع دیگه هم داره نعمات. لغت بعدی اوجد است، اوجد پدید آورد. از روی خود لغت نگاه کنی آخرش چی گرفته؟ فتح گرفته، میفهمم فعلا فعل ماضی هست. پدید آورد یا خلق کرد، آفرید. دقت کنید معانی دیگه ای رو هم براش آوردم که خیلی نزدیک به پدید آورد هست. خلق کرد، آفرید. پس یه مترادف براش بگو، مترادفش میشه خلق. خلق یعنی خلق کرد، آفرید. پس یه مترادف براش گفتیم. اوجده مثل انزل است، نگاه کن حرفاشو، نگاه کن آهنگشو. انزله، اوجده بر یک وزن آهنگ هستن، پس میتونی مضارعش رو تشخیص بدی، به من بگی. اونجا گفتیم انزله یونزلو، اینجا باید بگیم اوجده یوجدو، مضارعش میشه یوجدو. دیدی بر اساس وزن آهنگش رفتم، انزله رو دیدم میدونم مضارعش چی میشه، اوجده رو نگاه کردم پس تشخیص دادم که مضارعش میتونه بر وزن یونزلو باشه، بر وزن یفعلو باشه، میشه یوجدو. خب مصدرش رو حدس بزن، کیا میتونن مصدرش رو حدس بزنن؟ مصدرش میشه ایجاد، ایجاد کردن یعنی پدید آوردن. توی فارسی مصدرها، مصدرهای عربی خیلی کاربرد دارن. به این فعل بعدی رو ببینیم. بالغ به معنی کامل، بالغ و کامل با همدیگه مترادف هستن. کامل هم عربیه، بالغ و کامل هر دوتا عربی محسوب میشن. جذبت به معنی پاره آتش، تکه از آتش، قسمتی از آتش در این شعر میشه جذبت. درر مرواریدها جمعه، مفردش میشه در. یه نکته خیلی مهم وجود داره، حواستون باشه، در تشدید داره، نگاه تشدیدش کن، تشدید توش وجود داره، من دور تشدیدش هم خط میکشم، تشدیدش خیلی مهمه. اگر این تشدید رو نذاری، در اگر ساکن باشه معناش تغییر میکنه. پس وقتی ازت خواستن که مفرد درر رو بنویسی، حتما در رو همراه با تشدید بنویس. تشدید یک حرف محسوب میشه چون تکرار یک حرف بوده، درسته؟ در رو بعدن بهت میگم که چه معنایی داره، ولی تا الان با من همراه باش، حواست باشه به این دور که تشدید داره و بدون که حتما باید توی امتحانات تشدیدش رو بنویسی. زا یعنی این، همون هازاست. هازا چیه؟ اسم اشاره است. اشاره دوره یا نزدیکه؟ نزدیک. اسم اشاره نزدیک است. هازا نگاه کن اولش ه داره. من به شماها میگم که اسمهای اشارهی که اولشون ه وجود داره، اولشون ه وجود داره، به ما نزدیکن چون اولشون ه هست، پس به ما نزدیکن. مثل چی؟ مثل هازا، هازهی، هاولائ، هازان، هاتان، هازین، هاتین. نگاه کن اولشون همه چی داره؟ ه داره. پس این ه اول رو که من دارم میبینم، سریع میتونم تشخیصش بدم که اسم اشاره نزدیک است. هنا اسم اشاره نزدیک است. هنا به معنای اینجا، اسم اشاره مکانی هست. توی کتاب درسی ذکر نشده به این شکل، ولی
جای جای کتاب درسیتون هنا و هناکه رو میبینید. لغت بعدی منزا. من کلمه پرسشیه. منزا این کیست؟ نگاه کنید علامت سوال گذاشته. ما انواع من داریم، چند نوع من داریم که بعداً توی یکی از قسمت‌های درسمون بهش میپردازیم. ولی تا اینجا بدون یکی از نوعهای من، من استفهام هست یا همون پرسشی، من پرسشی هست که معنی کیست یا چه کسی میده. و در اینجا منزا یعنی این کیست، این چه کسی است، استفهامه. بریم بعدی رو نگاه کنیم. ذات به معنای دارای، صاحب. خود کلمه صاحب عربیه. ذات مؤنث زوه، زو مذکره، ذات مؤنثه و هر دو هم به معنای دارای، صاحبه. پس مترادف صاحبه من بگیرم، صاحب هم میتونه معناش باشه هم مترادفش باشه. ذاک به معنای آن، همون ذالک استان، چون شعر اینجا بیان کرده به صورت ذاک آورده برای وزن شعر، در واقع همون ذالک است. ذالک چیه؟ اسم اشاره است، اسم اشاره دور هست. از کجا فهمیدم دوره؟ آخرش که داره. اسم اشاره دور ما آخرش چی داره؟ که داره. ذالک، تلک، اولائک، دیدی آخرشون که داره. هناک، هناک یعنی آنجا، اسم اشاره مکانی دور هست، آخرش که وجود داره. بعدی زو. زو به معنی دارایه. گفتم قبلا راجع به زو صحبت کردم، نگاه کن. زو مذکره، ذات مؤنثه. زان زینت داد، فعل ماضیه، مثل قاله. زان، سارا، سارا یسیرو، مزارش میشه یسیرو، پس میگیم زان یزینو، مزارش میشه یزینو. بچه ها مصدرش همون زینته، مصدرش میشه زینت، البته این بار با ت گرد مدوره. لغت بعدی شررت، به معنی اخگر، پاره آتش. توی اسلاید قبلی پاره آتش رو گفتیم. شررت باید بگیم مترادف کدوم کلمه بود؟ جذوت. با هم دیگه مترادفن. شررت و جذوت هر دو به معنی پاره آتش هستن. بریم بعدی. ضیاء، روشنایی، نور. پس مترادف چیه؟ نور. زو هم به معنای نور هست، پس نور هم خودش نور هست، روشنایی هست. زیا هم پس میتونه مترادف زو باشه، البته همریشه هستن، نمیتونن مترادف باشن، اما هر دو به معنای نور و روشنایی هستن. قصون به معنای شاخه ها، مفردش میشه قصن. قصن دو تا جمع داره، یه جمعش میشه همین قصونی که اینجا گفته، یه جمع دیگه هم داره اقصان. دوتا جمع داره به معنای شاخه ها، قصن یکی، قصون یکی، اقصان. قیم به معنای ابر، قبلا ابر رو خوندی، مترادف چی بود؟ سحاب. سحاب یعنی ابر، قیم هم یعنی ابر. تو فارسی داشتینا قیم رو برعکس کن، از سمت چپ بخون به راست، نگاه کن میشه چی؟ میق. میق تو فارسی خونده چی؟ ابر. اینو نگفتم که بگم که میق مترادفش میشه، میق فارسیه، فقط خواستم این لغت توی ذهنت بمونه، توی ذهنت دیگه میمونه که قیم به معنای ابر هست. معناشو میتونی میق بنویسی، ولی مترادفش میشه سحاب. اینو دقت کن، حواست باشه. جمعشو به من بگو، جمعش میشه چی؟ جمع غیب میشه قیوم. مرسی. بریم بعدی. قل به معنای بگو، چنو فعلیه، نگاه کن آخرش ساکن شده، فعل امره. بگو. قال گفت، مزارش میشه یقولو، میگوید، امرش میشه قل، بگو. به این بعدی. مستعرت به معنای فروزان، منحمرت به معنای ریزان هست، نظرت به معنای تر و تازه. مترادف چیه؟ مترادف تازج.
مرسی. خب متضاد براش بگو. متضاد مجفف. مجفف یعنی خشک شده. پس مجفف میتونه متضاد نظرت باشه. نمت به معنای رشد کرد. مؤنث نما. بچه نما فعل ماضی هست. دقت کنید. سوم شخص مذکره. مؤنثش میشه نمت. مؤنث ماضی سوم شخص میشه نمت. الان نما مزارش میشه، میخوام تبدیلش کنم به مزاره، فعلا فعل مزاره بشه. مزارش میشه ینمو. دیدی میگن رشد و نمو؟ تا حالا شنیدی رشد و نمو؟ اصلا مسترش نمو میشه دیگه، نمو مسترش هست. پس نما فعل ماضی، مزارش میشه ینمو، مسترش میشه نمو. توی فارسی هم مسترش کاربرد داره. بریم بعدی. یخرجو رو ببین. یخرجو در می آورد. آخرش حرکت ضمه گرفته. اولش نشونه یه تینا رو دارم یا همون اتینه رو دارم. پس فعلاً فعل مضارع است. به معنای در می آورد. از معناش هم میتونم پی ببرم. در می آورد یا خارج می کند. تو تا الان خرجه رو خوندی. خرجه یعنی چی؟ خارج شد یا بیرون آمد. مزارش میشه یخرج. اینو تا الان خوندی بلدی. حالا میخوام ماضی یخرج رو به من بگی. یخرج یادت تو اسلاید اول داشتیم انزل ینزل و اوجد یوجد و یادته؟ پس میتونی حدس بزنی به من بگی که یخرج ماضیش میشه چی؟ میشه اخرجه. یعنی چی؟ یعنی بیرون آورد، خارج کرد. پس دقت کن که به معنای اخرجه به معنای بیرون آورد هست. مزارش میشه یخرجا. اما خرجه یعنی خارج شد، مزارش میشه یخرجا. اینو باید دقت کنی. بریم بعدی رو ببینیم. رسیدیم به متن درس. متن درس رو میخواییم با همدیگه ترجمه کنیم، بخونیم، نکات متن درس رو بگیم. اون زل تلک شجر ذات قصون نظره. میگه چی؟ میگه نگاه کن به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه. اینم معناش هست. به آن درخت دارای شاخه های تر و تازه نگاه کن. انظر فعل امره. بچه این فعل امر رو حواست باشه با انظر و اشتباه نگیری ها. گاهی اوقات حرکت ها رو محدود برای تو میذارن که تو رو به شک بندازن. ولی باید دقت کنی. انظر رو یعنی نگاه میکنم. فعلم فعل مضارع است. پس با انظر اشتباه نگیر. انظر فعل امره. تلکم که گفتیم اسم اشاره است. ذاتم در موردش صحبت کردیم. قصونم مفردش میشد قصن، ساکن هست اینجا. نظرتم یعنی تر تازه. بچه چون شعره همه اونایی که تگرد بودن رو به صورت ه آورده، در واقع تگرد هستن نظرت. اما حواست باشه یه جاهایی هم ه ضمیر هست. این ه ضمیر محسوب میشه. بهت میگم کجا هست. بعدی رو ببینیم. کیف نمت من حبتن و کیف سار شجره. میگه چگونه از دانه رشد کرد و چگونه درختی شد. سارت فعل چیه؟ ماضی هست. مزاره ساره رو گفتیم چی؟ ساره. مزارش میشه یسی رو. کیف از کلمات پرسشی یا استفهام هست. حب به معنای دانه است. جمعش میشه حبوب. حبتن یعنی یک دانه. دانه ای. نگاه کن تنوین گرفته. وقتی اسمی تنوین میگیره، حالا توی یازدهم میری میخونی این رو، ولی تا اینجا بدون که اسمی که تنوین میگیره نکره است غالبا، و در ترجمه باید همراه یه نکره بیاد. یه نکره یا یه وحدت هم بهش میگن. در واقع اسمی که الف و لام نداشته باشه نکره محسوب میشه.
بعدن میری مفصلا میخونی. شجرت رو نگاه کن، شجرت دوتا نقطه توش وجود داره، شجرته، شجرهو نیست، شجرت هست. بریم بعدی. فبحث فقل من ذا الذی یخرج منها الثمر، پس جستجو کن و بگو این کسی که از آن میوه را خارج میکند چه کسی است، کیست. ابحث فعل امر، قول فعل امر، من گفتم کلمه پرسشی هست. الذی به معنای کسی که اینجا، یخرج و فعل مضارع است، بیرون می آورد. ثمرت هست اینجا، این ت هی که نوشته ت گرد هست، نقطه هاش رو بذار که بعدن اشتباه نگیری. به این بعدی. ونظر الى الشمس التي جذبتها مستعرت، اینم ت گرده. انظر فعل امره. الى الشمس التي، نگاه کنید، شمس التي، نگاه کن به خورشیدی که پارهای آتشش فروزان است. ترجمه رو دیدی؟ نگاه کردی؟ نگاه کن به خورشیدی که. اینجا کلمه التی به ما چه معنایی داد؟ معنای که داد. اینجا دیگه نتونستم بگم کسی که، باید اینجا که ترجمه کنم. چرا؟ به خاطر این که قبلش اسم الف و لام دار وجود داره. پس نتیجه میگیریم اگر قبل از الذی، التی، جمعشون هم به من میگین، آها، الذین، اللاتی، اینم جمعشون هزن، اینها رو بهشون میگن موصول خاص. حالا توی کتاب درسیتون این لفظ موصول و قواعدش نیومده، اما جای جای ترجمه حتی تو کنکور بسیار مهمه و ازش سوال داده میشه. اگر قبل از الذی، التی، الذین، اللاتی اسم الف و لام دار بیاید، در این صورت معنی چی میده؟ در این صورت معنای که میدهد. پس اگر من یه علتی رو داشته باشم قبلش اسم الف و لام دار بیاد، معنی که میده. به این بعدی رو ببینیم. فیها زیاءن و بها حرارتون منتشره، میگه چی؟ میگه در آن روشنایی و به وسیله آن حرارت گرما پراکنده است. اینجا منتشرت یعنی نقطه وجود داره، ه ضمیر نیست. زیا هم که گفتیم به معنای روشنایی هست، نور هست. من ذا الذی اوجدها فی الجو مثل شرره، میگه این کسی که آن را در آسمان مانند پاره آتش به وجود آورد، پدید آورد، چه کسی است. من اینجا چیه؟ استفهام پرسشی. اوجد فعل، راجبش صحبت کردیم توی لغت ها. هایی که بهش چسبیده رو دقت کن، ما چی ترجمه کردیم؟ آن را. بچه ها چیه؟ ضمیره. ضمیر وقتی به فعل بچسبه، هرگاه به فعل بچسبد، یعنی یک فرمول این شکلی داشته باشی، فعل به اضافه ضمیر، این رو داشته باشی، در این صورت ضمیر همراه را ترجمه میشه. دقت کردین که کلمه که را داره تو فارسی چی هست؟ خوندین دیگه، اونی که همراه نشونه را هست مفعوله. پس در عربی هم این های میشه مفعول. دقت کنید که ما مفعول و نقش ها رو، فاعل و مفعول و اینها رو توی درس های بعدی بهش میپردازیم، میخونیم. ولی تا همینجا بدون که اگر ضمیری رو دیدی که همراه فعل اومده، در این صورت توی ترجمه را باید بهش بچسبه، به صورت مفعولی ترجمه بشه. به این قسمت بعد رو با هم ببینیم. ذاک هو الله الذی انعمه منحمره، یعنی چی؟ آن همان خدایی است که نعمتهایش ریزان است. او همان خداییه که نعمتهایش ریزان است. ذاک که گفتیم اسم اشاره است،
میتونم آن ترجمه کنم، میتونم او، چون در به خدا دارم صحبت کنم، او قشنگ تره که ترجمه کنم به جای اینکه بگم آن، و برای قشنگی ترجمم هست. بعدم قرار شد الذی اگه قبلش اسم الف و لام دار بیاد معنی چی بده؟ که بده. انعمم که جمع نعمت هست، هوی که اینجا وجود داره به اسم چسبیده، پس من یه اسم دارم به اضافه یه ضمیر. اونجا فعل داشتم به اضافه ضمیر، اینجا اسم دارم به اضافه ضمیر. این ترکیب رو وقتی من میبینم ترکیب اضافی هست. این ترکیب بهش میگیم ترکیب اضافی. پس ضمیر نقش مضاف الیه رو داره. توی نهم با ترکیب اضافی و مضاف الیه آشنا شدید. پس نکته ای که میخوام بهت بگم این هستش که ضمیر رو اگه همراه فعل بیاد میشه مفعول، اگر همراه اسم بیاد میشه چی؟ مضاف الیه. این نکته رو داشته باش. برو بعدی. ذو حکمت بالغت و قدرت مقتدره. بچه تو بیت قبلی منهمرت یعنی تگرده، در اینجا مقتدرت تگرد هست. با ضمیر ه اشتباه نگیرین. دارای حکمت و تدبیری کامل و نیروی توانمند است. زو گفتیم به معنی صاحبه. دارای حکمت یعنی دانش، حکمت، تدبیر توی فارسی هم همین کلمه به کار برده میشه. حکمت بالغتن، قدرت مقتدرتن، به نظر شما چه ترکیبی هستن؟ ترکیب وصفی هستن. هر دو تا ترکیب ترکیب وصفی هستن. ترکیب وصفی ها رو میشناسی دیگه؟ یا الان برای توضیح بدم. ترکیب وصفی ویژگی داره که دو تا اسم کنار همدیگه قرار میگیرن. این دو تا اسم خیلی شبیه همدیگه هستن. نگاه کن، حکمت بالغتن این تگرد گرفته، این یکی هم اومده تگرد گرفته. این تنوین داره، اینم تنوین گرفته. یعنی اگه الف و لام داشت این یکی هم الف و لام میگرفت. حالا این تنوین کسره است، این یکی هم تنوین کسره است. میبینی خیلی با همدیگه دوستن، دو قلو هستن، خیلی به هم نزدیکن. قدرت مقتدرتن هم همین حالتو داره. من اگه تنوین این یکی هم بزنم کاملا مشخص میشه. هر دوتا تنوین دارن، هر دوتا تگرد دارن، هر دوتا یه شکل هستن و خیلی با همدیگه هماهنگن. اما در ترکیب اضافی این اتفاق رو نمیبینیم. مثلا میگم کتاب و المعلمه. اینجا در ترکیب اضافی میبینی کتاب بدون الف و لام اومده، بدون تنوین اومده و کلمه بعدش معلم همراه الف و لام اومده. کتاب بدون الف و لامه. دو تا اسم کنار همدیگه قرار گرفتن، هر دو تا اسم هستن. اولی به عنوان مضاف، دو تا چیز نمیگیره، الف و لام و تنوین پر حذف نمیگیره. به هیچ عنوان این دو تا رو مضاف نداره. خیلی نکته مهمیه تو پیدا کردن ترکیب‌های وصفی و اضافی. کتاب درسی اشاره نکرده باز هم، ولی دونستنش خالی از لطف برای شما نخواهد بود. انظر الی لیله فمن اوجد فیها قمره. اینجا ما قمرت نداریم دیگه، این قمرهوه. این دیگه اینجا ضمیر هست، دیگه تگرد محسوب نمیشه. میگه که نگاه کن به شب، پس چه کسی در آن ماهش را، ماهش را پدید آورد. اینجا این ه ضمیره و به صورت ش ترجمه شده توی در واقع ترجمه‌مون. اوجد را اینجا دارم، انظر را دارم، راجبشون هر دوتا صحبت کردم و قمرهو یه ترکیب اضافی محسوب میشه. و زانهو به انجامن که درر منتشره. یه و آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پراکنده زینت داد. بچه هایتونه گفتم ضمیر به فعل به چسبه باید همراه چی بیاریم؟ گفتم به صورت چی ترجمه میکنیم؟ مفعول. گفتم نقشش چی میشه؟ مفعول. توی درسای بعدی میریم میخونی نقشا رو، فقط در همین حد بدونی همراه را ترجمهش کنی. و آن را
با ستارگانی. یادتونه گفتم که تنوین داشته باشه؟ باید توی ترجمه‌مون دقت کنیم این یه وحدت یا نکره بودن رو بیاریم. کدورره مانند مروارید که به معنی مانند هست، مانند مرواریدهای پراکنده. ادورره منتشره میتونی به من بگی که چه ترکیبیه؟ نگاه کن، الدورر المنتشره هر دوتا الف و لام دارن. این ترکیب ترکیب وصفیه، اما یه نکته تو این ترکیب وصفیه وجود داره. اگه دقت کرده باشید دورر جمعه، اما منتشرت مفرد مؤنثه. عزیزانم دقت کنید که دورر به نظر شما جمع چیه؟ جمع انسانه یا غیر انسان؟ غیر انسان. مرواریدها که انسان نیستن، غیر انسان هستن. پس برای جمع غیر انسان، هر چیزی غیر انسان باشه ها، که اصطلاحا تو عربی بهش میگن غیر عاقل، هر چیزی غیر انسان باشه، در این صورت اگر قرار باشه براش صفت بیاریم، به صورت مفرد مؤنث میاریم. پس نکته ای که بهت گفتم این هست. نکته برای اسمهای جمع غیر انسان، نگاه کنید، هم باید جمع باشه هم باید غیر انسان باشه، دو تا ویژگی رو باید با هم دیگه داشته باشه. در این صورت صفت به صورت مفرد مؤنث میاد. بچه‌ها چند تا چیز دیگه غیر از صفت هم براش مفرد مؤنث میاد، یعنی اگه قرار باشه من فعل براش بیارم مفرد مؤنث میارم، اگر قرار باشه الذی التی رو بینشون انتخاب کنم التی رو انتخاب میکنم. پس چند تا چیز دیگه هم هست که براش به صورت مفرد مؤنث میاد. بریم بعدی رو ببینیم. ونظر الی قیمه فمن انزل منهم مطره. بچه اینجا مطرحه، اینجا مطرحوه، ما مطرت نداریم اصلا، اینجا مطرحوه، ضمیر اینجا ضمیر هست. نگاه کن به ابر، به ابر نگاه کن. پس چه کسی از آن بارانش را نازل کرد، فرو فرستاد؟ اینجا بارانش نگاه کنید، مطرحو ضمیر هست، تیگر نیست. پس دو جا تو این شعره ما ضمیر ه داشتیم، در باقی جاها هی که نوشته بود ته ساکن بود. بریم قسمت بعد رو ببینیم. توی قسمت اعلمو گفتم که این درس مرور قواعد هفتم، هشتم و نهم هست. مبحث جدیدی رو برای شما درس نمیدیم، مرور میکنیم. یه سری از مرورها رو تو متن درس و تو واژگان داشتیم با هم دیگه. الان مهمترین مرور که همون صیغه های فعل هامون هست رو میخواییم راجبش صحبت کنیم. ببینیم جدول رو با هم دیگه. صیغه ها رو به فارسی برات نوشتم. توی فارسی صیغه ها به صورت اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد به این شکل داده میشه. اما تو عربی صیغه این شکلی نیست. صیغه ها رو به عربی بهت میگم، چون توی کنکور تحلیل صرفی که داری یه سوالی رو داری که در مورد صیغه فعل در موردش صحبت میکنه، ازت میخواد، پس باید به عربی هم بلد باشی. وقتی میگه اول شخص میگی متکلم، وقتی میگی دوم شخص میشه مخاطب، مثلا میگیم طرف رو مخاطب قرار دادیم، و سوم شخص رو وقتی میگیم میشه غائب. حالا اینا به طور کلیش هست. من اگر بخوام راجع به افراد به صورت جزئی تر صحبت کنم، کافیه که نشونه های اسم رو بهش اضافه کنم. مثلا چی؟ مثلا اگر بخوام بگم که فعل من مفرد مذکر مخاطب هست، کافیه بگم لل مخاطب. و اگر بخوام بگم حالا این للمخاطب من مؤنث هست، کافیه یه دونه تگرد بهش اضافه کنم، نشونه ی مفرد مؤنث. پس للمخاطبت یعنی مفرد مؤنث مخاطب. حالا اگر بخوام مثناش کنم چی میشه؟ للمخاطبین، چون علامت مثنا عینه و آنه بود، چون لو بردم میشه للمخاطبینه.
حالا مؤنث مخاطب اگه بخوام بگم، میگم للمخاطبتین، تین استفاده میکنم. اگر جمع مذکر بخوام بگم، میگم للمخاطبین، اینه رو بهش اضافه میکنم. اینه نشون دهنده جمع مذکر هست. اگر بخوام مؤنث جمعش رو بگم، نشونه جمع مؤنث رو اضافه میکنم، میگم للمخاطبات، آت میذارم. به همین راحتی تونستم انواع صیغه‌های عربی رو بشناسیم. حالا غائبم همین حالت رو داره، فقط به جای مخاطب غائب بذار. للمخاطب، للمخاطبت، للمخاطبین، للمخاطبتین، للمخاطبین، للمخاطبات و غائبم همینطور. للغائبت، للغائبین، للغائبتین، للغائبین، للغائبات. متکلم، ما یه متکلم اگه مفرد باشه بهش میگیم متکلم وحده، اگر اول شخصم جمع باشه میشه لیل متکلم ملغیر گفته میشه. ملغیر یعنی با دیگری، حالا با بقیه غیر خودت. پس وحده هم یعنی تنها. این صیغه ها در زبان عربی که اسمشون به این شکل میاد، ضمایر داریم. ضمایر ما یه ضمایر منفصل هستن، اینجا به صورت منفصل آوردن، انا، انت، انته، هو، یا، نحنو و غیره اینجا آوردن. فعل به صورت ماضی، از نظر زمانی ماضی دارم، مضارع دارم، امر دارم، نهی دارم. ماضی آخرش نشونه داره، نشونه صیغه من آخر فعل میاد. نگاه کن، انا فعل، تو آخرش اومده، انت فعل، ت آخرش اومده، انت فعلت، هو فعل، یا فعلت، نحن فعلنا. بچه اگه دقتم کرده باشین، نشونه های آخر بعضی از ضمیرهامون با فعلمون هم یکی میشه. انتم فعلتم، انتن فعلتن، انتما فعلتما، انتما فعلتما، هم فعلو، هن فعلن، هما فعلا، هما فعلتا. مسنها آخرشون چی داره؟ آ داره. مسنا، خودم دارم تلفظ میکنم، نگاه کن، آ، آ داره. اینم یه نشونه دیگه ای که بهت بدم، نگاه کن اینجا هم مسناش چه اتفاقی افتاده، آ گرفته. فعلتما. و نشونه دیگه ای که بهت بدم این هستش که نگاه کن، هن فعلن، آخرش نون داری. جمع مؤنثامون کلن آخرشون نون تنها وجود داره. بریم سر مضارع. بچه ها مضارع هم اولش نشونه داری، اولش حروف عتینه یا تینا رو داری، تینا خانم، حروف عتینه یا تینا، حالا همزه باشه، ت باشه یا الف باشه. انا اولش همزه داره، پس اینم اولش همزه اومد. اما آخر فعلم توی مضارع نشونه هایی وجود داره. حالا این نشونه میتونه ذمه باشه، میتونه یه نشونه های دیگه ای باشه، مثلا تو هر صیغه نشونهش فرق میکنه. میتونه نون جمع مؤنث باشه یا اینکه نون مثنی داشته باشم یا جمع مذکر سالم داشتم، آنه یا اونه رو داشته باشم. اینجا انا افعلو، آخرش میبینین ذمه وجود داره، حرکت او وجود داره. انت تفعلو، او داری. انت تفعلی، نه اینه داری. بچه تنها فعلی که آخرش اینه میگیره فعل دوم شخص مفرد مؤنثمون هست، تنها فعلیه که اینه وجود داره توش، هیچ فعل دیگه ای توش اینه وجود نداره. هو یفعلو رو داریم، هی تفعلو، نحن نفعلو و انتم تفعلون، انتون نتفعلن، انتما تفعلان، انتما تفعلان، هم یفعلون، هن یفعلن، هما یفعلان، هما تفعلان. دقت کنین مثناهای ما کلن آخرش چی داره؟ آنه داره. آنه نشونه مثنای فعلهای مضارعی مثنای ماست. پس آنه رو ببینم میفهمم فعلم فعل مثناست. حالا اگر یه رو ببینم توش، نگاه کنین اینجا یه رو، اگر یه رو ببینم نشون میده که سوم شخص جمع هست، یعنی مثناست. و اینکه
این مذکر هست، فعلا فعل مذکر هست. اما در تفعلانه نمیدونم که فعلم دوم شخصه یا سوم شخصه، چون این دو قسمت رو دارم، جمع دوم شخص، اینجا سوم شخص هم دارم. اینجا مؤنثه، اینجا هم میتونه مذکر باشه هم میتونه مؤنث باشه. پس وقتی تفعلانه رو به من بدن بگن که چه صیغه‌ای هست، میگه اول جملهشو به من مشخص کن، برای من مشخص کن، یه ضمیر همراهش بیار تا من بتونم تشخیص بدم که چه نوع صیغه‌ای هست. دیگه گفتم که جمع مؤنث ما چی میگیره؟ نونه تنها میگیره آخرش. نگاه کنید، اگر آخر این دوتا رو من با یه رنگ دیگه بیام بنویسم برات مشخص کنم، نگاه کن، حرکت نه و اینجا نون رو دارم که برای جمع مؤنثم هست، انتون نه و هن نه.